قربانی عملیات فریب ملت امشب یا حرف میزنی یا میکشیمت منو بردم تو اون زیر زمین بستم به تخت سرانجام زیر شکنجه لب به اعتراف اجباری گشود گفتم اوکی چی میخوای؟ من بگویدم تو تراح این عملیاتایی تو رفتی توی اسرائیل رو تراحی کردی؟ آقای سرابزی گفتش که سلام مایکل برگر آورد بالا گفت این حکم اعدام توست در آخر ما در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن چه زمانی گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام من نمیتونستم بخوابم دیگه صبح بیدار بودم ساعت پنج صبح چهار صبح صدا که صدای پاک می اومد میگفتن نوبت منه دارن میان نزدیک سلول می من دیگه تمام وجودم از بین میرفتم بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من ادام کنن وقتی رد می شد گفتم نه نوبت من نیست منتظر بودم که این اتفاق بیفته فکر میکنم کنم ده یا 15 روز اونجا بودم درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارت خونه سرانجام باعث شد تا معجزه اتفاق بیفته دوباره من متوجه کردم به راهروی اصلی دیویست و هواخوری آزاد شد یه راه بود بقل همون ساختمون 240 ارزش کم بود ولی طول 20 متری داشت من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر میومد من اونجا از دور میستم صدای شبکه خبر هم که دولت عوض شده وقتی سیستم جدید میاد ماورین عوض میشن مسئولین عوض میشن دوباره میان بررسی کنن این پرونده رو متوجه تناقضات تو پرونده میشن تعداد زیاد بودن بازجوها متفاوت متف... متف... بودن هماهنگی کاملی وجود نداشت کسای سری وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به این بره اختلافات وجود داشت مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیسای مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم این رو معجزه ای که باور کردنی به نظر نمی رسید من رو بردن دوباره 209 برای بازجوی دو, دو, تا آقای جدید اومدن گفتن که میخوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پروندت هست گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید من دیگه اون روز اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم سه وعده فکر کنم در روز هر وعده هفت تا قرص اون هم با تزریقاتی که من میشد به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم تعادل روحی نداشتم پرخوشگر شده بودم به اصطلاح که پرخوش کردم که نه شما کمکی نمیکنید حکم ادامه من شده ادامه من راحت هم کنید دیگه تموم بشه بره خب چرا قد میخواد من کنیم؟ گفت نه اومدیم کمکت کنیم گفتم من کمک از شما نمیخوام شما دروغ میگید همتون دروغ میگید باز بازجویی ها از سر گرفته می شود گفتن که ما پرونده رو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده تناقضات زیاد پرونده هست گفتم چی میخواد اگه چیز جدید دارید بیاید من امضا کنم ببرید بذارید تو پرونده ادامه کنید گفت نه چیز جدیدی نمیخوایم میخوام کمکت بکنیم همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن تو چی زنده موندی ما تعجب می‌کنیم تو جور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده دیدار با قاضی جدید پرونده محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبتی زندان اوین که من اونجا برای اولین بار آقای شهریاری دیدم که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده تناقضات توش زیاد ما داریم دوباره بررسی میکنیم میخوام بهتون کمک بکنیم اونجا شروع شد دوباره بازجوی جدید از ابتدا که چه جوری شد مثلا چه اتفاقاتی برایمون افتاد زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند به جز پنج نفر منتقل شدن به دی تو راه راه دی صدا را میشیدیم که دارن آزاد میشن چیزی که من شنیدم گفتن برای آبرو نظام گفتن بدید پنج نفر رو ما ادام بکنیم که جواب خانواده شهده خانواده هستی رو بدیم جواب از خان عمومی رو بدیم خب من مونده بودم که چرا خب شما الان هم دیگه دیگه صد می درصد میدونیم ما بیگناهیم چرا باید پنج نفر رو قربانی کنید که جواب از خان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهده هستی رو بدید ما رو منتقل کردن ما پنج نفر رو مازیار ابراهیمی به عبدالله عبدالی عیوب مسلم آرش خیرتکیش و بندر به یک سلول بزرگتر سویت داشت اردی بهشت اونجا بودیم ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر که میدیم همه آزاد شدن ما پنج نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما پنج نفر اعدام ادام چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر میمدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی تو صورت همین بازجوار دیدی اگر اینجا ادامه نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته یه موتوری ماشینی یا درگیری خیابونی از اتفاقات زیاد افتاده میری بیرون ما ترتیبتون میدیم وا شهریار میدونست بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد گفت آره این اتفاقات افتاده مراقب خودت باش ممکنه برات اتفاق بیفته اون تاییدم هم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو اون انباری که بود و خانوادم دوباره برم لباس آوردن من تو محبت وایستاده بودم رئیس زندان با معاونش با دو نفر دیگه اومد دوباره میم رو کرد این حواست باشه بیرون میری بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم در صورت من آزاد شدم عطر خوب آزادی اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده اومدم بیرون نیاز به دکتر داشتم که رفتم گفت باید چهار ماه تو بیمارستان بستری بشی مشکل خیلی حاد داری قبول نکردم که بستری باشم اصلا بیرون نمیرفتم من یک سال و نیم از خونه بیرون نرفتم به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم باید بلند شم و زندگی ما ادامه بدم گرچه که تو خیام ممکن مرا بکشم اشکال نداره تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منو شد به پذیرفتن قرامت من فقط پا پاسپورت هم میخواستم نمیدادن گفتن که با توجه به روزای بازداشت و روز انفرادی و شکنجایی که شدیم مبلغ 130 میلیون تومان بعد در نظر گرفتیم که من اونجا خندم گرفت گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنیم پاسپورت منو بدید من برم گفت آره تو اینو قبول کن ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم من خودم شخصا بخاطر که پاسپورت هم بگیرم از ایران بتونم برم قبول کردم برگار امضا کردم من پول به من داده شد و بعد از فکر کنم یک ماه پاسپورت من خروجی مرده شد مثلا پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم ولی آیا این همه شکنجه آزار و اذیت با قرامت قابل جبرانه؟ جوانی من سلامتی من رو ازم گرفتید سال عمرم ازم گرفتید جسمم رو هم نابود شده آینده شغلیم از بین رفت شروع میشه با این پول جبران کرد من دکتر اینجا من گفته متاسفانه این بلا که سر تو اومده قابل درمان نیست و تو مجموعی تو آخر عمرت با این درد بسازی تو من با چهار پنج قرص بخورم تا نمیگم زندگی نرمال چون نمیتونم نرمال زندگی کنم این تصویر ذهنی این فشارها هر شب با من هست و غیر قابل کنترل من مجبورم تا عمرم با این درد زندگی کنم حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست. سرگذشت ده ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر چهار دیواری زندان شدند. اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند ماها جنسمون فرق میکنه کنه مثل نیستیم ما تروریست نیستیم میخوام به بازشون بگم پیش فوجدان خود قضاوت کنی که چه بلای سر من اون آوردی تو اون روزا فکر نمیکرد من یه روز زنده بمونه و الان دارم اینجا با شما صحبت میکنم مدیا مصور اتاق خبر